بسیار عالی. خب یه سوال دیگه ازت دارم. از خیلی از کردهای عزیز پرسیدم، هیچ کدومشون نتونستن درست به من جواب بدن. بفهمید برزی برزی یعنی چی؟ برزی 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 آره دیگه، منظورش اینه که قدت بلنده. یه دختر زیبای قد بلند رو که ببینی، البته ما اگه برای مردو بخونیم، برای مردو خب میگیم قد بلند و زیبایی میدونیم خوشتیپیم چارشونه و قد بلند، ولی برای خانم اگه استفاده کنی برزی برزی یعنی قد بلند و باریک. بعد یه چیز دیگه، این آقام رضایی برام تعریف میگم، من خیلی دوست دارم کارهای زبان کردی رو، آهنگار خیلی خوشمه، من کنم ترجمه کن واسم. آره؟ ترجمه ها خیلی سکسیه. بله. خیلی حرفا خیلی راحت، خیلی حرفای خیلی عاشقانه، خیلی بدجوریه. ولی خب ساده است. ما موهین مثلا موهین یه حرفی زد که یه شب دیگه پیشم بمون، چه حرفایی در آمد ازش. حساب بکن. خب بری یه شب بودی یه شب دیگه هم باش. زبان فولکلور کردی ساده است. مال کردها این مسئله حله. به هر حال میگن اون چیزی که از دل میاد به دلم میشینه دیگه. راحت. کردی راحته. کلا راحت و ساده هست. ببین کشورهای مختلف هر کسی یه جوری زندگی میکنه. خب ما در رابطه با این غیرت و غیور بودن ملت کردستان همیشه صحبت کردیم و اینو صحبت کردیم. آیا کردای عزیز به فکر آینده هستن یا روز به روز زندگی میکنن؟ شاید گفت روز به روز بیشتر زندگی میکنن. بیشتر روز به روز. بله شاید اینطور باشه، ولی خب آینده هم تمام آدم ها به آیندهشون هم فکر میکنن، ولی یه چیزی که دائمی باشه، خیلی کشوری که تو جنگ هستن به خصوص بله. روز به روز زندگی بله. میکنن. البته یه نکته هم هست، اگه بخوای شاد باشی باید در لحظه زندگی کنی، اگه گذشتت باشه که قصه بخوری که نمیشه، آینده هم باشه که استرس داری، باید در حال باشی. کردار هم معمولا ملت شادی هستن، اکثرا در حال زندگی میکنن. حالا استقالشون. حالا چا اینجا نشستی بله. دوست دارم که این میکروفون رو بگیری دستت. بله حتما. و اگر روشن روشن دست ازم نه رنگشو گفتم خوشگله. صورتیه. صورتیش دوست داری. ببخشید ولی لباس دادم بسیار زیباست. مرسی. من دیشب تا صبح داشتم میدوختم، ببخشید چرخ خیاطی هم نداشتم، با دست دوختم. این لباسو خودت دوختی؟ بله. جدن میگی؟ بله. نه بابا من تمام لباس های کردی رو خودم میدوزم و اونایی هم که توی کلیپ هم استفاده شده همه رو خودم دوختم. البته چرخ خیاطی داشتم، اینو با دست دوختم. باریکالله. بسیار عالی. خب قبل از اینکه ازت دعوت کنم هرچین آهنگ خیلی باحال و پر انرژی بخونی، دوست دارم یه قسمتی برای ما همینطوری آکاپلو بخونی. باشه چشم. یه آهنگ با این هنرمند عزیزی که پشت پیانو هستن. بله. اسم شریفشون استاد زاهد منصوری هستن، استاد پیانو در دانشگاه تبریز. آقا به افتخارشون. بله بله. خب پس من خیلی خوشحالم که امشب با ما هستید، خیلی ممنون از محبتتون. و یکی از هنرمندان خوب کردستان هستن که امشب برای ما می نوازن. مرسی قربان، باعث خوشحالیه ماست. خیلی متشکرم. مرسی. خب پس حالا که اینطوره یک آهنگ فولکلور کردی هستش به اسم گلنیشان، حتما شنیدید، هم فارسا هم کردی. معنیش چیه؟ گلنیشان یعنی مثل بگم گلنیشان یعنی گل نشان، یعنی مثل گل نشانت، مثل گل، مثل گل، مثل گل، مثل گل، آره. مثل گل. بسیار معنی کلمه یکم سخته. خوشحال میشیم که تنظیم ایشون هستش، تنظیم پیانوشو استاد زاهد منصوری انجام دادن به یه سبک جدید. حالا یه کوچولو فکر کنم زیاد وقتم نداری. نه خوشحال میشم بخونم. اوکی. یه چیزشو میخونیم، تنظیم ایشون هستش و امیدواریم که هم فکر کنم کرد. مرسی. بسیار زیبا. نمیخوام بپرسم کلن معنیش چیه. بله. ولی آهنگ کار عاشقان است. بله. آخرشو میگم که میگه هرچند که افتادم در شهر غریبی و آمدم توی یک شهر غریب، عهد و پیمون رو نمیشکنم. این آخرشه. آفرین. همون دوست دارم صحبت کنی در رابطه با فرق هموطنان کردستان که در کشور خودمون داریم، کردستان ایران، بله. با عزیزانی که در عراق هستن. بله.
خب از چه نظری فرق از لحاظی که شما رفتید چه تجربه ای بود؟ خب به هر حال نوعیت زندگی تفاوت داره. کردانی که در ایران زندگی میکنن به طرف فارس ها و فرهنگ و اصول فارسی رو میگیرن، چه از نظر لهجه باشه، چه از نظر زبان باشه، نوع زندگی باشه. ولی خب کسایی که در عراق هستن یا در سوریه هستن طبعا یا در ترکیه هستن، به هر حال به اون سمت میرن، به سمت عربی میرن. اکثر کلماتی که استفاده میشه به هر حال به سمت عربی رفته. بیشتر کلماتی که ما استفاده میکنیم شاید کلماتی باشه که عربیه. همینطور که کسای دوستان عزیزی کردایی که در ترکیه هستن به سمت ترکی رفتن. ولی خونگرمی تو هر دو گروه وجود داره. بله کردها کلاً خونگرم. کلاً خونگرم هستن. بسیار خوشحال. خب اگر آماده هستید و مایل هستید بریم با هم دیگه و نگاه کنیم به خانم تارای عزیز که برای ما آهنگی رو یا دو چند آهنگی رو اجرا کنه. دو تا اگه دوست دارین جدا جدا دو تا شو خوشحال میشم. پشت سر هم باشه. چه شو کنم. بسیار عالی. افتخارشون. مرسی.